منو نو میکاپ دارید. سلام بچه ها، شب روزگارتون خوش. خوش برگشتیم به کانالم و میخوام بهتون یاد بدم یه سری رازایی رو میخوام بهتون بگم که عمرن نمیدونید، اصلا جای دیگه هم نمیدونید، نیستش. چرا؟ چون همش رو خودم کشف کردم، هزار جور ویدیو دیدم، یه عالم آزمون رو خطا کردم تا این داستانا به دست اومده. بنابراین چیزایی که تو این ویدیو هست جای دیگه نیست. پس بریم ویدیو رو با هم ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، یه دقیقه وقت بذارین به کانالم سابسکرایب کنین، لایک بکنین، یه کامنت کوچولو برام بذارین. البته آخر ویدیو کامنت بذارین، نظرتون، سوالتون، هر چی که دارین رو بپرسین، اونجا براتون جواب میدم. آقا پلن امروز چیه؟ من خودم توی تیک تاک یه عالمه از این میکاپ‌های چینی رو می‌بینم. خیلی فکر می‌کنن که اینا مثلا کره‌ایه، ولی کره‌ای‌ها دارن این مدل میکاپو، ولی مثلا یه مدل ملوتر رو اینقدر اگزاجره نیست. این مدل مخصوص چینیاست و این ترند بیشتر کجاست؟ توی دوین. حالا دوین چیه؟ دوین همون تیک تاک چینیه. میدونین که تیک تاک کلا ذاتاً مال چینه. کلا چین کشور عجیب غریبیه. یعنی مثلا اگه تیک تاکو داده بیرون، خود چینیا تیک تاک ندارن. تیک تاکشون با ما فرق میکنه. امکاناتش خیلی بیشتره. ویدیوهایی که اون تو هست ما نمیبینیم، ویدیوهایی که توی تیک تاک ما هست اونا نمیبینن. فقط واسه چینیاست. اسمش دوینه. من خودم یه بار رو گوشیم نصب کرده بودم، باید برین ریجنتون رو بکنین چینی و فلان و هزار جور بدبختی داره و اصلا ارزشش رو نداره. البته من آیفونم انقدر سخت بود، واسه فهم کنم اندروید و خیلی ساده تر باشه. و پلن امروزمون اینه که این میکاپ رو بررسی کنیم و انجام بدیم و عینش بشیم. اولین کاری که می‌خوایم بکنیم بررسی میکاپ‌هاشون روی کاغذه. یعنی که بگیم که آقا عکس‌ها رو بیاریم بگیم اوکی این چیکار کرده، چه المان‌های مهمه توی این میکاپ. دو، یه سری نمونه ببینیم و اشکالاشون رو بگیریم. و سه، پیاده سازی میکاپ به صورت عملی روی صورت خودم و آموزش تمام قسمت‌هاش. بریم سراغ قسمت اول. این چند تکس رو با هم ببینیم. بیس کلی صورت همه‌شون با هم دیگه فرق داره. بدون میکاپشون رو بذارین بهتون نشون بدم این شکلین. حالا با خودت میگی واو چقدر تغییر، دیگه چجوری به چشمام اعتماد کنم؟ ببین 80-90% کارشون میکاپه، ولی این حجم از صافی پوست و این حالت روتوشی که میبینی، خب این طبیعتاً ادیته. بذار بهت بگم که این ادیت کامل، خب ولی مقدار زیادی از کارشون رو با میکاپ انجام میدن و یه سری چیزای دیگه که اونا رو بهت میگم. اولین چیزی که تو همهشون مشترک رنگ ابروهاشونه. اگه دقت کنین موهاش مشکیه، ولی رنگ ابروش یه خاکستری فامدار خاکیه. اون یکی هم همینطور، موهاش بلونده ولی ابروهاشون رنگیه. اون یکی موهاش مشکیه، اونم ابروهاش همین شکلیه. پس رنگ ابرو باید این رنگی باشه. رنگ ابرو باید حتما یه رنگ خاکی باشه. حالا من خودم ابروام یه کاریش میکنیم. مورد دوم، آرایشه زیر چشمشونه. اگه دقت بکنین زیر چشمای همشون یه خط اینجوری انداختن، یه خط حالا به اصطلاح با مثلا سایه ایجاد کرده که حالت کانتورتور پیدا کرده. اون خیلی مهمه، خیلی 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 مهمه. مدل لباشون، خب همشون لباشون با هم دیگه فرق میکنه. اوکی، یعنی تو حالت عادیشون بدون میکاپشون نو میکاپشون، ولی توی میکاپ کاملا اومدن با میکاپ لبشون رو عین هم دیگه، یعنی یه شیپ خاصی اومدن اون مدلی لبشون رو میکاپ کردن. ما هم باید همین کارو بکنیم. مورد بعدی، مدل کانتور کردن بینیاشونه. خب مدل کانتور کردن که بینی که من خودم هم تو ویدیوهام همیشه اینجوری بینیمو کانتور میکنم. البته مال اینا یه خورده اگزاجره تره، توضیح میدم چرا. مورد بعدی، موژه. آقا موژه خیلی مهمه و موژه هایی که اینا استفاده میکنن، من چند تا مدل موژه گرفتم. یه سری از موژه های 30,000 تومانی خریدم، چند تا مدل مختلف. باید با این موجه ها اون موجه که تو ذهنم رو بسازم و بهتون نشون میدم که چجوری شما هم این کار رو بکنین. چون اگه بخوایم بریم چه میدونم 300-400-500 تومن پول موجه مثلا این مدلی بدیم، من اهل این کار نیستم. اون پول باید جای دیگه خرج کرد که بهت میگم کجا. مورد بعدی، رنگ پوست. همه اینا کلا میدونیم که چینیا و کره یا و ژاپنیا همشون زرد پوست هستن، به اینا میگن زرد پوست. ما یه سفید پوست داریم که میشه اروپایی ها، ما هم که مثلا گندمی ما این وسط هستیم، یه سیاه پوست هم داریم، یه دونه داریم زرد پوست. ما باز بیشتر به زرد پوست ها فکر میکنم نزدیکیم و اینا همشون توناژ رنگی پوستشون زرده. میان این زردی رو میگیرن، یک با ادیت، دو با رنگ کرم پودری که مثلا اون زردیشون رو از بین ببره، خب و یه خورده حالت توناژ قرمزی بهشون میده و سفیدترشون میکنه، که این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و مورد آخر که مهمترین مورده، اوکی، لنز. هر لنزی هم نه، شاید این ویدیوهاشون رو میبینین شاید فکر کنین که اوکی چشمش که ادیته، نه لنز این شکلی داری، من دارم گرفتم بهتون نشون میدم.
و حالا بهتون میگم که از کجا باید بگیرید که مثلا، یعنی میگم خودم از کجا گرفتم. و من دقیق همین مدل رو ندارم، این مدل رو دقیق دارم ولی رنگ زردش رو حالا تو میکاپ هم با این مدلی که گرفتم نشون میدم، هم با رنگ زرد این همین مدل آبی هستش، من رنگ زردش رو گرفتم. خب اینو نشون میدم، با اینم نشون میدم، ببینین چجوری میشه جفتش، خیلی باحال میشه. و شاید فکر کنین که تو چش این شکلی نمیشه، واقعا اصلا یه چیز عجیبیه این لنز، اصلا خداست خدا. حالا شما میتونید رنگ آبشو بگیرید، من کلا مشخصه که اهل چیزای نرمال نیستم دیگه، یعنی اگه قرار باشه که همه آبی بذارن من زرد میذارم، واسه همین شما میتونید برید آبشو بگیرید دقیقاً همین شکلی بشید. بریم یه مورد رو با هم بررسی بکنیم. من خیلی علاقه ندارم بشینیم یه عالم مدل و فلان و بیسار رو با هم بررسی کنیم، برای همین یه دونه شون که خیلی بولد بود به نظرم مشکلاتش، اونو آوردم که با هم دیگه بررسی بکنیم. این دختره اول از همه رنگ ابرو اشتباه، اصلا مشخص هست که ببین اومده کارو در بیاره، کانتور بینی عالی، لنز نایس، ولی خط چشم و این همه سایه اونا نمیزنن، میزنن 10 برابر این آرایش میکنن. خب ولی نباید انقدر زایه باشه، نباید سایه بزنه تو صورت مخاطب که نگاه کن تا اینجام خط چشم کشیدم. من خودم تا اینجا خط چشم میکشم تو حالت عادی، ولی این میکاپ اون مدلی نباید خط چشم بکشی، واسه همینم این اون نشده. و میرسیم به مرحله خوب، بریم سراغ آموزشش، اجرا کردنش. این لنزا رو با هم دیگه تست بکنیم. Let's go. من قدیم کرم پودر اونقدر روشن داشتم، الان ندارم، ولی خب این کرم هم از پوست خودم روشن تره. اینجاها رو هم همیشه بزنید که یه کوچولو وقتی فیستون روشن تره یه خورده با گردنتون رنگش هماهنگ شه، حداقل فید بره کنین، یهو رنگ خیلی متفاوتی نباشه. بروید و روشن‌ترین کانسیلر خود را بیاورید. من کانسیلری که ازش استفاده میکنم آرت اسکینه. خب نه خیلی برند خفنیه، نه خیلی برند گرونیه، اصلا اهل این وقتی یک چیزی کاری که باید انجام بده رو انجام میده، ضررم نداره و قیمتش هم خوبه دیگه، بنزه کافی سفید هستم که من چون یه ذره نور و یه نورای RGB و نمیدونم رینگ لایت و فلان و اینا رومه، خب و این اتاق تاریکه، اینجا هم مثل سایه اینا میبینید، ولی سایه است. خب یعنی من کاملا الان سفیدم. سایه هایی که این استفاده میکنن، خب سایه منظورم هم واسه کانتور و اینا سا، من از پرانج سردش استفاده میکنم. خب با گرم یه خورده روش میام ولی کلن از بذار بهت بگم تونج سرد یعنی چی، چونم با رنگ بگم. خب الان این رو کن، این یه قهوهیه مثلا تناژ خاکستری داره، حالا تناژ سرد داره، این یه قهوهی که تناژ گرم داره، جفتشون قهوه‌ای هن. خب ولی ما اینو میخواییم، من اینو دارم الان. اگرم سوال براتون از این پالت های چیزه لیوان براش هم نگاه چه قشنگه، زرد و زیبا و پسندیده. نه من از این مدل براش استفاده میکنم، میتونید ببینید حدودا سرش چه شکلیه دیگه. چرا؟ چون انقدر شلووله و منگول و گنبله، خیلی اصطلاحات هم درست و علمی نیست، خب سخت نگیرین بهم، اجازه نمیده من رنگو مستقیم همینجوری زارت بذارم رو پوستم. من کلن میدونی که نقاشی خوندم دیگه، یعنی مثل نقاشی تو باید هی ذره ذره اون کانتور و سایه رو به چهرت اضافه کنی که اونجوری خیلی قشنگتر و خفنتر و بهتر و خلاصه که آره. اول از همه بریم سراغ کانتور بینی، خیلی به هم نزدیکیم. سلام. اینا این نوک بینی رو خیلی ببینی چیکار کردم، این شکلی. خب اینجاها، یعنی ببین دور دماغت با یه دایره حدودی چیز کنی، ولی با یه سایه های نمور و محوی که مثلا خیلی به چش نیاد داستان دیگه که تو این کار رو کردی. خوبیه این براشه اینه که من میتونم اینجوریش کنم باریکشه، یعنی تو لحظه میتونم تصمیم بگیرم میخوام چقدی باشه. خب و
دو تا موضوع. من الان دارم اینو خیلی شدید انجام میدم. چرا؟ چون دارم فیلم برداری میکنم. اگر که نخوام فیلم بگیرم، بخوای با این میکاپ برید بیرون مهمونی هر جا فلان و این داستانا، باید خیلی ملوتر انجام بدید. خب توی دوربین اگه بخواید، ولی نه، میخواید فیلم برداری کنین، میخواید تیک تاک درست کنین فلان اینا، یه خورده اگزاجره تر سایه های صورتتون رو انجام بدین. چون وقتی که رینگ لایت با یه فاصله نزدیک بیاد رو صورتتون و نور و فلان استفاده بکنین، کلا یهو اون سایه ها میره و اون سایه ها رو ما میخوایم. اینجاها یه کانتور شدید میخواد، دقیقاً اینجا ببینی؟ مهم نیست من چند بار میکشم. خب من ممکنه یا غلظت رنگم یا هر چیزی با شما فرق داشته باشه. شما اونقدری قلمو رو بکشید روی صورتتون و تپ 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 بزنید که اون رنگی که میخواید، اون نتیجهی که میخواید رو ازش بگیرین. اوکی؟ خب دماغ اوکیه. اینقدر اینجا رنگای مختلف هست ماشاءالله که نمیفهمم سایه‌ای که من انداختم سایه‌ای که داره توی این به خاطر این نورا به وجود. بس خاموششون کنم. آره خاموششون کنم شاید. الان بهتره. بس خاموش کنم RGB رو. RGB داره کارو خراب می‌کنه. داره منو به اشتباه می‌ندازه. الان بهتره. الان میفهمم، می‌بینم که دارم سایه چقدر انداختم کجا. اوکی. میریم برای چشم. میریم یه کوچولو مثل یه خط چشتور، در واقع روی جایی که میبینی بیشتر رو موژم انگار دارم میکشم، یه همچه حالتی، یه حالت قهوه‌ای طور مگول میدیم بهش. میدونستیم به صورت ذاتی سمت چپ و راست صورتمون با هم فرق میکنه، مثلا این همون کاری که واسه این میکنی و واسه این نکن، واسه این کلا باید یه پلن دیگه داشته باشی و اینو تجربی به دست میاری روی صورت خودت که میگی خب من چشممو باید اینجوری خطش بکشم، این چشممو اینجوری میکشم که شبیه این شه. فهمیدی؟ ابروز چیکار کنم؟ چشممو میرزم روشون، معلوم نمیشه. با ژل ابرو این داستانا اگه لیفتش کنم بعد میتونم روش یه خورده خوش بعد خوش شدن چه رنگی چیزی بیام یه خورده بشه اون چیزی که من میخوام. ما اینا رو با ژل ابرو لیفت کردیم تا حالا خوشه. بعد ببینم میخوره چشمو میرزم روش. این ابروش قشنگ روشنه، من نمیخوام ابرومون رنگ کنم، من میخوام ابروام تیره بمونه، میخوام ابرو تیرمو فعلا. من که همیشه عمرم ابروام روشن بوده، ولی الان فازم ابرو مشکیه. میریم سراغ بلاش. آه یه برقی هم اینا رو صورتشون استفاده میکنن. خب که ممکنه که شما هر چیزی تو الان امتحان کرده باشین اون شاین رو نده بهتون، ولی من بهتون میگم اون شاین چیه. بیا دوات دست خودمه. بیا رفرنس رو بیارم. اول اصلا که اصلا چه رنگی برای بلاش استفاده میکنین؟ یه رنگه، یه صورتیه. این رنگی از اومده از اینجای چشم شروع کرده، این شکلی بخورم زیر چشمشو. آها من یکم روی اینجا من میخوام بزنم. این همون کوچولوه بود. یه براش میخوام تو این مایه ها، سرتخت این مدلی. زیر چشی خط خیلی نمور و نازک محو میخوایم که خیلی مال من محو نشد، با دستم محوش میکنم. نمیدونم، معلومه قشنگ، معلومه دارم چیکار میکنم، اصلا معلوم نیست. فاصله ما دوربین زیاده، نمیدونم، معلومه معلوم نیست. اینجا قشنگ با این فرقش مشخصه، نمیدونم تو اون معلومه یا نه، امیدوارم معلوم باشه. بعد اینا اینجوری این تهش رو تیز میکنیم. حالا یه خط هم اینجا میندازیم. بذار اینجوری بکشم معلوم باشه کجا. زیر پلکم اصلا یه جاییه که تو نرمال، حالت نرمال ما خط نمیندازیم، اصلا نمیکشیم، با وجود کاری نداریم. اینجوری خب یه خورده ما میخوام از میخوام این رنگ استفاده کنم که کلا سفیده. اوکی، یعنی پلت سفید رنگ گریمه. خب یعنی سفیده، واقعا سفیده. خب
یا بخت و یا اقبال. ببین اینجا ها رو من میذارم خب، بعد با دست محو میکنم. حالا اینجا ها و این یه تیکه اینجایی که داریم سفید میکنیم و بعدم باید از یه صورتی خیلی معقول استفاده کنیم واسهش. یه همچین حالت سفیدی میخوام زیر چشم این شکلی، خیلی کم خواب، در حد این که مثلا اون حالت سفیدیشو بگیره. از همون صورتیه که گفتم، از همون میزنیم روی سفیدا. خب برای یه خط دیگه میخوایم. خب دقیقا اینجا اینه، همین که این پایین کشیدیم، یه دونم روی پلک میخوایم، یعنی همون پلنی که زیر پلک داشتیم یه دونم بر روی پلک. سعی کنید با چش باز بکشید به خاطر اینکه ببینید دارید چی میکشید، چون ما وقتی چشمون بسته است کاری انجام میدیم باز که میکنیم شکلش عوض میشه. دیدید این شکلی. واسه این کار خب یه قلمه خیلی باریک میخوایم که من رفتم قلمه صفر نقاشی مو بردم، چون براش انقدر نازک ندارم. و این محدوده کلن باید رنگش روشن و سفید باشه. خب این خطم الان زیادی پر رنگه، من یک کوچولو باید محوش کنم. میخوایم در حد سایه باشه، انگار مثلا یه خط ریزی افتاده. اوکی خب تا حدودی شد اون چیزی که میخواستم. دن یه کوچولو ما اون صورتیه رو میخوایمش. خواه اون چیزی شد که میخواستم، اون شاینه. یه کوچولو اینجا ها اومدم نزدیک قشنگ ببینید. اگه دقت کنید اینا همه شون لباشون جل داره، ولی خب لبای من جل نداره، ولی این مشکل نیست. دوباره میریم سراغ اون قلم های مورد علاقه من. کلا باید به صورت ضربه‌ای باشه همه داستان. میخوایم یه جوری باشه که این خط لب من خب خیلی مشخص نباشه. اینجا توی لب باید قرمز تر باشه از جاهای دیگه. میبینین یک کوچولو هم گوشای لب رو میکشیم. از جایی که لبتون تموم میشه شروع میکنیم اینجا. خب یه ذره رابطه انتخاب من ها، شما میتونید کار نکنید. خب این لنزیه که من گرفتم، خب و اینم خود لنزه. میبینین نسبت به لنزهایی که خیلی بزرگتره و ناخونه من اندازه شد بسنجین خیلی بزرگتره. خب این با لنزه خدایی خیلی عوض شدم نه؟ حالا با نور پردازی و فلان و اینا یه تیک تاک چند تا درست میکنم، آخر این ویدیو میذارم اونا رو ببینین قشنگ که عین این دختر هست. و خب میبینین خوده چقدر با لنز فرق میکنه، عین خودشون شد دقیقا.
خب بچه این لنزه، خب این لنزه به همراه این شاینه که الان میخوام استفاده کنم و یه چیز بمبیه، اصلا از اینه که تو ویدیوها میبینین و اینکه تو فروشگاه نمیتونین پیداش کنین، خودشه، دقیقه خودشه. خب من یه دوستی دارم که آنلاین شاپ داره، از دوران هنرسام هم رفیقیم، اون واسه ما برده و اینکه آنلاین شاپش هم آیدیش اینه، میتونین برید توی اینستاگرام بهش سفارش بدید، توی دیسکریپشن هم براتون نوشتم. کلن از فروشگاه خارجی براتون خرید میکنه، قیمتش هم خیلی خوبه. یه سری محصولایی داره که مثلا تو تیک تاک و اینجور چیزا میبینین و اصلا تو ایران نمیتونین پیدا کنین و مطمئنم هست پروتون رو نمیخوره، رفیق خودمه، ولی این یه چیز خداییه. این ویدیوها رو ببینین، این شاینه میبینین روی صورتشه، این همونه، این خودشه. بسن میبینین رنگش، خب مثلا وقتی یکی نگاه میکنه یا تو دوربین و اینا کامل مثلا میچرخین عوض میشه، آبی، صورتی، بنفش، اصلا یه شاین خفنیه. خودش سفیده ها تو حالت عادی، ولی مثلا خیلی خفنه. میتونین ببینین قشنگ این اون ویدیو هست. به سر بریم سراغ خط چشم و در نهایت موجه. یه خط چشم خیلی نازک میخوام. بعد زیر چشممون رو موجه بکشیم، ولی قبلش میخوام یه ذره زیر چشم رو دوباره کار کنم. این شکلی. خب من رفتم یه عالم ویدیو دیدم و کلی پرس و جو و فلان و بساب، فهمیدم که اصلا کار سختی نیست. بعد یعنی تو ویدیو خیلی سخت نشونش دادن و بعد که گذاشتم دیدم نه اصلا کار سختی نبود. من این موجه رو برداشتم خب و با قیچی به تیکه های اینجوری کوچولو کوچولو تقسیم کردم، بعد چسبم و ریختم رو مقوا، اینجوری دونه دونه زدم و گذاشتم اون جایی که میخواستم باشه. حالا برم موجام بذارم و کامل دیگه لباس بپوشم، موامو شونه کنم، درست کنم، بیام. خب اینم از میکاپ نهایی. چطور شد؟ این دقیقا زرد همین این لنز است. این لباسی هم که تنم رو همون دوستم برام فرستاده، وایسی نشونتون بدم. این لباس هم شما میتونین به دوستم سفارش بدین، کلی از این کیمونوهای خفن داره. من کاتومی هم، مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، با این کارتون خیلی بهم کمک میکنین. مواظب خودتون باشین، شب و روزگارتون خوش. اگر هم میکاپ دیگه هست که دوست دارین آموزش رو بهتون بدم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. بای بای.